سومین روز اسفند ماه برابر با 22 فوریه، سال 1110 خورشیدی برابر با 1732 میلادی، زادروز جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور و بانی استقلال آمریکا. او از مهمترین چهره‌های تاریخ ایالات متحده است. نقش او به خصوص در کسب استقلال برای مستعمرات آمریکایی و سپس متحد کردن آنها زیر پرچم حکومت فدرال ایالات متحده قابل توجه است. او از گروهی از مردم مسلح به کمک دولت‌های فرانسه و اسپانیا ارتش بزرگی ساخت که نهایتاً موفق به شکست نیروهای بریتانیایی در جنگ انقلاب آمریکا شدند. سال 1166 خورشیدی برابر با 1788 میلادی، زادروز آرتور شوپنهاور، فیلسوف بدبین آلمانی که در دانسیک به دنیا آمد و به خاطر مرگ زود هنگام پدر و بیتوجهی مادرش دارای طبیعتی ناآرام، متزلزل و پر از سوء ظن و عصبانی بود. شوپنهاور در جوانی با عقاید بودا آشنایی یافت و پس از تحقیق و تفکر زیاد به آیین بودایی اعتقاد کامل پیدا کرد. وی از آن پس مدتی به تدریس روی آورد، اما چون کارش نگرفت آن را رها کرد و کتاب معروف خود به نام جهان به صورت اراده و اندیشه را منتشر نمود. اما چون کتابش نیز مورد توجه مردم واقع نشد، به سختی از مردم رنجیده خاطر شد و نسبت به اجتماع بدبین گشت. از این روز 30 سال آخر عمر را به تنهایی در گوشه‌ای به سر برد و به تفکر پرداخت. شوپنهاور از گوشه انزوای خود جهان را نظاره می کرد و نژاد بشر را توده ای از حیوانات نامطلوب می دید که محکوم به زندگی پرستیز و پررنج و بی امید هستند. او معتقد بود که حقیقت جهان خواست و اراده است و شخص آنگاه به وجود خود پی می برد که اراده بر انجام کاری کند. اصل در انسان و اراده اوست و همه نیروها انواعی از اراده هستند. او می گفت بیایید در این باب نیندیشیم که چه داریم، بلکه بدان بیندیشیم که چه هستیم. بیایید به جای آنکه صندوق‌های خود را پر کنیم، فکر خیش را پرورش دهیم. سال 1296 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، در گذشت میرزا محمد صادق حکیم، ملقب به ادیب الممالک فراهانی، نویسنده و شاعر ایرانی که در تهران به دنیا آمد و علوم ادبی زمان را نزد استادان فن فرا گرفت و پس از چندی در شاعری از اکثر سخنوران عصر خیش پیش افتاد. وی سرودن شعر را با مدیحه‌گویی آغاز کرد و لقب ادیب الممالک را از طرف مظفرالدین شاه قاجار به وی اعطا کردند. او در سرودن انواع شعر به ویژه قصیده تبحر داشت و سبک استادان قدیم پیروی می کرد. بیشتر سروده های این شاعر برجسته بیان کننده اوضاع زندگی اجتماعی و مبارزات سیاسی دوران اوست. ادیب الممالک با انتشار روزنامه ادب در بیداری افکار عمومی مردم ایران نقشی سازنده ایفا کرد. وی پس از صدور فرمان مشروطه به سردبیری روزنامه مجلس برگزیده شد. ادیب الممالک فراهانی را میتوان یکی از بنیانگذاران و یا دست کم پیشروان شعر متعهد سیاسی در ادبیات فارسی معاصر نامید که در اشعار خود مشکلات کشور و مردم را منعکس ساخته است.